سلام، به آشپزخونه با نفوذ خوش اومدید. فریبا هستم. امروز میخوایم با هم این ترشی آلبالوی فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنیم، اونم به سبک خودم. مرسی که قبلش این ویدیو رو لایک میکنید و با دوستانتون به اشتراک میذارید. خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و همراه همیشگی کانال ما بشید. در ابتدای کار هسته داخلی آلبالوها رو با یه دونه نی باید جدا کنیم. ببینید دوستان، ترشی آلبالو به روش‌های متفاوتی درست میشه. امروز من به یک روشی درست میکنم که سبک خودم هستش، یک مقدار متفاوت تر هستش. اگه نتونستید با یه دونه نی هسته آلبالوها رو جدا کنید، با یه دونه سنجاق قفلی هم به راحتی میتونید هسته ها رو از داخل آلبالو بکشید بیرون. بعد از اینکه هسته آلبالوها رو جدا کردم، داخل یه ظرف ریختم. بعد 5-6 حبه سیر رو به صورت نازک اسلایس کردم و به آلبالوها اضافه کردم. این اسلایس کردن باعث میشه که سیر بهتر طعمش رو به ترشی بده. حالا یه دونه فلفل تند ترشی رو هم به صورت چند تیکه برش میدم و داخل ترشی میندازم. شما میتونید درسته بندازید، این دیگه دل بخواه هستش. یه شاخه نبات انداختم از تندی سرکه بگیره و حدود یک قاشق غذاخوری مرزه رو هم حدوداً یکی دو بار برش زدم و انداختم داخلش. حالا حدود دو قاشق غذاخوری نعنا و ریحان خشک رو بهش اضافه کردم. یک لیوان آب آلبالو، یک لیوان سرکه سفید به این ترتیب. یکم با هم مخلوطشون میکنم. حالا یکم نمک رو بهش اضافه میکنم. حدود یک قاشق مرباخوری من نمک بهش اضافه کردم. خب در ادامه تخم شربتی رو که از قبل خیسوندم، حدود دو قاشق غذاخوری تخم شربت رو خیسوندم، به ترشی اضافه می کنم. این تفاوت کار من بود. خب این ترشی رو در همینجا میشه استفاده کرد. چند تا قالب یخ بندازیم توش، خنک شد، میشه همینجا استفاده کرد. کاملا خوشمزه است. یا میتونید داخل شیشه بریزید، بذارید 10 روز بمونه، جا بیفته و مزه ها به خورد هم بره. تا اینجا ممنون که همراه من بودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.